عصر بخیر آقا. باید یه چیز دیگه پیدا کنم. تا کار کنم. این واقعا کار جالب. بهتره که این کارو نکن. سلام، کسی اینجا نیست؟ معذرت میخوام. چی؟ یک زن؟ حضور زنان در اینجا ممنوع است. تو اینجا چه میکنی خانم؟ اسم من کیت واکره، من یه وکیلم از نیویورک. معذرت میخوام، من باید با شما صحبت میکردم اما کششه شما منو به داخل صومعه را نمیدادن. خانم واکر، حضور شما در اینجا چندان خوشایند نیست، شاید درد سرساز نیز باشد. لطفاً هرچه سریع‌تر این مکان را ترک کنید. لطفاً روش نامناسب منو ببخشید اما مجبور بودم این کارو بکنم، مطمئن باشید. من نیازی ندارم که مطمئن شوم دخترم. شما اینجا تحت مراقبت خواهید بود، این موضوع را به خاطر بسپارید. دوست من واقعا مریضه، تو دهکده به هم گفتن که ما باید برای پذیرش اراده خداوند قوی باشیم فرزندم. اسم دوست من هانس وارلبرگه، اون زندگیشو صرف ساختن ماشینه مکانیکی جالبی کرده. ماشینه مکانیکی اون تو زمان خودش نظیر ندارن و باعث سرگرمی و تفریح مردم میشن. اون یه مبتکر نابغه است. یک مبتکر؟ روح چنین افرادی دچار ناپاکی و آلودگی است. آنان درگیر باورهای ناصحیحند. من اینجا اومدم تا از شما خواهش کنم به دوستم کمک کنید. اون خیلی مریضه و به کمک شما احتیاج داره. گاهی اوقات بعضی از بدنها از درمان امتناع می کنند. به همین خاطر ما برای روح آنها دعا می کنیم. دعا
دوست شما چه مشکلی دارد؟ تبش خیلی شدیده. هزیونم میگه. اون احساس میکنه؟ گاهی اوقات باید در برابر ناخواسته ها تسلیم شد فرزندم و منتظر باشیم تا نوبت ما برسد. شما متوجه نیستید. شاید اون خیلی پیر باشه، اما اون یه خواسته داره، این که سفرش رو ادامه بده. باید یاد بگیریم که چگونه با تقدیر کنار بیاییم. این آن چیزیست که خداوند میخواهد. دوست من باید مداوا بشه. شما تنها کسی هستید که میتونید به اون کمک کنید. من به یک نشانه احتیاج دارم تا مشکل دوست شما را بفهمم. در غیر این صورت کاری از من بر نمی آید. متاسفم خانوم وکر. من واقعا به کمک شما احتیاج دارم. شما تنها امید من هستی. دخترم، من فقط بیماری های جدی رو معالجه می کنم. بیماری های جدی و خطرناک. اما یه وضعیت اضطراری پدر. اینجا قوانینی وجود دارند که شما باید اطاعت کنید خانوم وکر. تکه پارچه ای را که نشانگر وضعیت بیماری دوستتان است به من دهید. میدونم منظور شما چیه. من پارچه را آوردم. نشانم بده فرزندم. خیلی خوب، ما به دنبال دوست شما خواهیم رفت. فکر میکنم کارگاه باشه. کانتین، صدات نامفهومه. چی؟ چی شده؟ من با مسئول هتل صحبت کردم که این هفته قبل از اونجا رفته. هانس وایبرگ هم باهاش بوده. حالش چطوره؟ خیلی خوبه. اما چی؟ رفتارش به نظر میرسه. رفتارش چطوری شده؟ فکر میکنم اون خیلی تغییر کرده. خیلی. استراحت کردید فرزندم؟ بله بله، متشکرم. حال هانس چطوره؟ به نظرم که دیر شده. شما او را خیلی دیر به اینجا آوردید. کار زیادی از ما بر نمی آید. تنها کاری که می توانیم انجام دهیم دعا کردن برای اوست. چی؟ شما چی گفتین؟ این مرد بیمار و پیر است. لحظات آخر عمر او نزدیک است. اما این غیر ممکنه. دوست شما در حال مرگ است. باید حرف های مرا قبول کنی فرزندم. پدر لطفا مراقب هانس باشید. خواهش میکنم. برای جسم او نمیتوان کاری انجام داد. بگذارید برای روح او کاری کنی. میتونم ببینمش؟ نه، من این کار را توصیه نمی کنم. چون این باورهایی حاصل تفکرات شیطانی است و می تواند بر باورهای شما نیز تأثیر گذارد. گوش کنید، من به این حرفا اهمیتی نمیدم. باید باهاش حرف بزنم. قوانین خانوم وکر، قوانین رو به خاطر بیاور. کسی نباید با بیمار صحبت کند. من نمیتونم هانسو تو این وضعیت تنها بذارم. باید هر چه زودتر ببینمش. خیلی خوب، باشد. دوست شما در آخرین اتاق این راه روست. می توانید پیش او بروید و با او صحبت کنید. اما نه صحبت هایی که باعث آشفتگی روح او شود. من منتظر شما خواهم شد. زمانی که کارتان پایان گرفت برای دعا نزد من بیایید.
هانس صدای منو میشنوی؟ کیت، ما کجا هستیم؟ نگران نباش، وضعیت بهتر شده هانس. با این شرایط ما نمیتونیم به سفرمون ادامه بدیم. تو مریضی و باید مداوا بشی. من باید برم کیت واکر. مطمئن باش، تا وقتی که به سایبریا برسیم باهات میمونم. من تو رو اینجا آوردم تا معالجه بشی. ما وقت نداریم کیت. ما باید به سایبریا بریم کیت. آروم باش هانس، خواهش میکنم. نه. هانس، ما توی صومعه ایم، یادت میاد؟ در والدین الان ساعت 7:15 عصره. پدر خیلی وقت شناسه. اون توی خونه نمیمونه. اون همیشه میره کارخونه. دوست داره سر کارش باشه. نه هانس، والدین جایی که تو به دنیا اومدی. اینجا رومانزبورگه. والدین از اینجا خیلی دوره. باید بیشتر مراقبش باشن. الکس توکیانوف رو پیدا کن. الکس توکیانوف؟ الکس، اون با یکلها زندگی کرده. اون میتونه منو معالجه کنه. الکس کیه؟ یک کشیش قدیمی، یک دوست. اون روش های درمانی یکلها رو بلده. چرا میخوای من کشیش الکس رو پیدا کنم؟ الکس، اون میتونه منو مداوا کنه. هانس، سعی کن منطقی باشی. اینجا هیچ کس نمیتونه بهتر از کشیش اعظم تو رو مداوا کنه. الکس روش های درمانی یکلها رو بلده. اون کشیش پیر از هیچی سردر نمیاره. پس تو واقعا فکر میکنی که اون میتونه مداوات کنه؟ الکس میتونه منو معالجه کنه. روش هایی که اون بلده به درد من میخورن. به نظر میرسه که روش درمانی یوکولا رو قبول داری. یوکولاها برای درمان از روش های بسیار خوبی استفاده میکنند. هانس، میگن همه اون حرفا در مورد یوکولا خیالاته. یوکولاها چیزای زیادی میتونن کیت واکر، خیلی زیاد. زود برمیگردم. باشه کیت. از یواشکی گوش کردن خوشتون میاد؟ نه، امروز روز نظافته. دارم صومعه رو تمیز میکنم. من با هانس صحبت کردم. ها؟ چه خبری رو آوردید خواهرم؟ اون درباره یکی از برادرهای شما به نام الکس حرف میزد. آه، برادر الکس دیگه زنده نیست. اون خیلی وقته که از دنیا رفته. پس شما الکس رو نمیشناسید؟ نه آمس هومومندس. خواهش میکنم، شما باید بدونید الکس کجاست. موس اولتماراسیو.
باید یه چیز دیگه پیدا کنم. سلام پدر. سلام فرزندم. فکر نمی کنم که هانس هزیون بگه وقتی که از من میخواد از یک کشیش کمک بگیرم. اون کاملا با دقت حرف میزنه. خواهش میکنم دخترم، به گناهان یک انسان گناهکار در حال مرگ چیزی اضافه نکن. مطمئنن این چرندیات به خاطر شرایط بحرانی او در ذهنش ایجاد شده است. مهم نیستش که یوکولا چه کسایی هستن و چه کسی رو عبادت میکنن. مهم اینه که هانس به خواستش برسه. این برای من اهمیت داره. من برای آمرزش همه مردم دعا کردم و از خداوند خواستم که خطاها و گناهان همه ما را ببخشد و ما را از خشم خود مسون بدارد. باشه، فکر میکنم هرچی میخواستم بفهمم رو فهمیدم. دیگه بسته. برو فرزندم، اما در جهتی که در مسیر رسیدن به خداوند است. این واقعا کار جالب. Thank you.
چه خبره؟ کیت، خیلی خوب. باشه، من اینجا چیکار میکنم؟ قصهش خیلی طولانیه. حالا میتونیم بریم؟ میتونی را بری؟ خیلی دوست دارم، اما استراحت کن هانس، من یه راهی برای بیرون رفتن از اینجا پیدا میکنم. روز خوبی داشته باشید پدر. تو باید دوستت را ترک کنی، ما باید او را به جای دیگری انتقال دهیم. پدر، مگه نشونه هایی از الکس توکیانوف رو پیدا کردم؟
مگر شما به حرف هایی که گفتم گوش نکردید؟ او مورد لعنت خداوند قرار گرفته. لعنت؟ فقط به خاطر اینکه به سنت های یوکل علاقه مند بوده نمیشه اونو یه مجرم دونست. یوکل ها یک نسل شیطانی و طرد شده هستند. حرف های مرا شنیدی ای زن گمراه؟ تو یک زنی رند شده ی درگاه خداوند. پدر شما خیلی سرسخت هستی. میخواستم بهتون بگم که ما داریم سومر رو ترک میکنیم. به شما هشدار میدهم، متوجه هستید؟ چی؟ اما هانس معالجه شده و نیازی نیست اینجا بمونه. او درمان شدنی نیست، بیماری او غیر قابل علاج است. شما با اصرارتان به روح او لطمه وارد میکنید. هانس وارلبرگ حق ندارد این صومعه را ترک کند. من به گفته های هانس عمل کردم و اون حالا حالش خوبه. چی؟ تو یک دیوانه ای؟ نگران نباش، حالش خیلی بهتر شده. اینجا در صومعه شما کفر میگویید خانوم وکر، باید جزای این کارتان را ببینید. من دوباره تکرار میکنم پدر، هانس و من مسافرتمون رو ادامه میدیم با هم دیگه. هانس وارلبرگ بیش از این نمیتواند ادامه دهد. منظور شما از این که میگید هانس وارلبرگ بیشتر از این نمیتونه ادامه بده چیه؟ دوست شما در حال مرگ است فرزندم. بهتون هشدار میدم، من اینجا رو بدون هانس ترک نمیکنم. هر کار که میخواهی بکن، هانس در اینجا جدای از سایرین نگهداری میشود. خواهیم دید پدر. پدر من... خانم روی کمک من حساب نکنی. منطقی باشید پدر، ما باید از اینجا بریم. تو یک زن گمراه هستی، دیگر حق صحبت کردن با مرا نداری. بهتون هشدار میدم، من اینجا رو بدون هانس ترک نمی کنم. هر کار که میخواهی بکن، هانس در اینجا جدای از سایرین نگهداری میشود. خواهیم دید پدر. زیادم جالب نیست، اما میتونم مثل یه سورتمه با... نمیدونم باید باهاش... بهتره که این کارو نکنم. واقعا احمقانه است، باور نکردنیه. چی؟ کیت واکر؟ کشیش اعظم نمیذاره از اینجا بیرون بریم. ما باید به سایبریا بریم کیت واکر. نگران نباش، یه راهی برای فرار پیدا میکنم. برای امروز دیگه بسه.
بهتره که این کارو نکن. کیت فاکر بیا بریم. بله کیت فاکر، باید عجله کنیم. نه صبر کنید، نه شما باید اینجا بمانید. بگیریدشان. سواری خوبی بود نه هانس؟ خیلی خوب بود کیت واکر، خیلی.